موضوع امروز همون تو این سوتار که بود تو بخشیدی همه گناهامون دهی شفا تمام زخمهایمون. معمولا زمانی که ما در مورد توبه صحبت میکنیم، توبه اصلا معنی یکم منفی میده. توبه هایی باید توبه کنیم، هایی باید اعتراف کنیم و یه چیزی معنی یه تلخی میده. ما دوست نداریم در مورد توبه اصلا کلام توبه را بشنویم. فقط ما مخصوصا که ما مسیح شدیم و با عیسی مسیح، به کار عیسی مسیح آشنا شدیم، معمولا باید این بخشش رو که ما به دست آوردیم که ما الان اینجا فرزندان خدا هستیم و به وسیله توبه بود که ما نجات پیدا کردیم. یادتون هست؟ ما توبه کردیم، بازگشت کردیم و خونهای ما شسته شد و همینطور هم خدا نه فقط این ما رو شسته طاهر کرده بلکه روح خودش رو بخشیده. یعنی اولین چیزی که قدمی که ما ور می‌داریم که با عیسی مسیح آشنا بشیم توبه است. عیسی مسیح که زمانی که آمد گفته توبه کنیم بازگشت کنیم ملکوت خدا نزدیک شده است. یا پس توبه پس یه چیز مثبتیه که میتونه زندگی ما رو دگرگون کنه و دگرگون هم قسمت هایی کرده. فقط چون ما گناهکار دیگه نیستیم، فقط گناه میکنیم، اشتباه میکنیم، خرابکاری میکنیم، از خدا هم بعضی وقت دور میشیم، بعضی وقت هم گناهایی انجام میدیم که اصلا خودمون متوجه نمیشیم. و امروز میخوایم یکم در موردش فکر کنیم، ببینیم چطور اصلا ما باید توبه کنیم. بعضی وقت میبینم که افرادی که توبه میکنن اونقدر مثل این که یا باشه که خدا توبه میکنم بازگشت میکنم، الان مثل این که چون یه لیوان آب میکنیم. ما نمیدونیم که برای هر توبهی که ما توبه میکنیم عیسی مسیح خونش رو ریخت و حتی در عبرانیان نوشته که اگر آگاهانه گناه میکنیم مثل این که عیسی مسیح رو دوباره مصلوب میکنیم. آگاهانه اگه واقعا دو چیز میکنیم، در عبرانیان باب 10 اینجا نوشته، 12 نوشته. به این خاطر میخوایم ببینیم که الان توبه چیه و چطور اصلا کلا ما باید اینجا توبه کنیم، در چه حالی باید توبه کنیم. خود یحیای تعمید دهنده هم که زمانی که هنوز عیسی مسیح رو معرفی میکرد به یهودی ها میگفته که توبه هایی بکنی که واقعا ثمره توبه دیده بشه. یعنی واقعا توبه باید ثمره داشته باشه. آمین. آمین. هستین اینجا همه؟ بله. توبه ثمره داره. اگه میگم من توبه میکنم بازگشت میکنم هیچ اتفاقی نمیفته، پس مثل این که توبه تو مثل این که آبکی بود. به خودت نگاه میکنی توبه میکنی، نه به صلیب نگاه میکنی. من فکر میکنم بیشتر زمانی که واقعا به صلیب نگاه کنیم، به جلوی صلیب که اونجا عیسی خونش رو ریخته، بیایم اونجا و نگاه کنیم که ببینیم برای این گناهی که من کردم او الان خونش رو ریخت، اون موقع هست که اصلا کلا با یک دید دیگه، با یک قلب دیگه ما توبه میکنیم. موافق هستید؟ در رومیان باب 2 آیه 4 میگه که آیا یا آنکه دولت مهربانی و صبر و حلم او رو نمیشناسین یا ناچیز میشماریم و نمیدونیم که مهربانی خدا ما رو به توبه برمیگردونه یا توبه میکشد. میگه لطف و مهربانی دولتمندی و مهربانی و صبر و حلم خداست که ما رو به توبه هدایت میکنه. آمین. زمانی که روح القدس به ما نشون میده کجاست که ما گناه کردیم، نه اینطوری پدر میاد با انگشتش میگه الان، نه، مهربانی پشت این مهربانی لطف و محبت خداست. پس هر جایی که ما به شناخت گناه میرسیم و متوجه بشیم یه خرابکاری در ما، در فکر ما، همینطور هم عملا یه کاری هم میکنیم و خدا به ما نشون میده از طریق، مثال میگم، کلامه. زمانی که من موعظه میکنم یه کسی تعلیم میده، کتاب میخونید یا تلویزیون نگاه میکنید، خدا میتونه اینجا چیز کنه. الان امروز هم مثلا همینطور موسی شهادتت خیلی عالی بود. خدا، ما دعا کردیم برای این زن که این زن نجات پیدا کرده، فقط به این زن به وسیله زندگی خودش به تو تعلیم داد، درسته یا نه؟ واقعا به تو رو به توبه هدایت کرد دیگه، نه؟
که یهو متوجه شده این زن مسلمان واقعا دعا روزه همه کارا رو میکنه، ما هم اونجا دیگه خب دیگه عیسی مسیح زنده هست ما رو دوست داره دیگه بریم، چه فایده داره، احتیاج نیست اون قدم زیاد دعا کنه. درسته زمانی که نگاه میکنه میگه مسلمان ها، نه فقط مسلمان ها، اصلا نگاه میکنی به این فرقه های دیگه با چیزا هندها این بوده ها و اونا ساعت 5 صبح بیدار میشن 3 ساعت در دعا هستن که ارتباط برقرار کنن با این دیو ها. یا ما که اون خدای زنده داریم مثلا وقت نمیذاریم برای خدا. یه به این خاطر توی موعظه یک ماه دو ماه پیش بگی گفتم ما اونقدر پررو شدیم که ببین پدر دیگه، پدر آسمونی ماست دیگه، همه چی داریم دیگه، حیات جاودانی داریم، چه فایده ندارن، احتیاج هم نیست اونقدر دعا کنیم، احتیاج هم نیست صبح زود بیدار بشیم. شنبه ها صبح ساعت 8 نیم اینجا دعا داریم، کسی نمیاد، چون صبح دیگه بخوابیم دیگه. یه بلای روی سرت بیاد مطمئن باش ساعت 6 اینجا هستی و شروع کنی به دعا کردن. واقعا به شما میگم تا بلا نیومده هنوز خیلی راحت هستین، پاس هم هنوز چیز نمی کنه. یا فقط یک بیماری، یک واقعا یه چیز وحشتناکی بیاد، واقعا ما شروع میکنیم به دعا کردن. معنی پس دعا چیه؟ و ما الان ایمان آوردیم که عیسی مسیح و خونش ما رو میبخشه زمانی که توبه میکنیم، بازگشت کنیم. امروز میخوایم یه قسمت بریم تو عهد عتیق ببینیم که یک برادر بزرگی داریم که در عهد عتیق زندگی میکرد و داستانهای خیلی عالی، خدا خیلی به وسیله این مرد کارهای بزرگی کرده و کلام خدا در چیز در سموئیل میگه در مورد داوود، میگه که مردی موافق دل خداست. این مرد موافق دل خداست، یعنی خدا واقعا لذت میبره از داوود و او رو برگزیده و او هم به هر حال از نسل اوست که عیسی مسیح به دنیا آمده. یا حالا نگاه کنیم به داوود و داوود هم به هر حال پادشاه اسرائیل بود. فقط میبینیم که زمانی که یکم دیگه پیر شده بود و دیگه همه چی رو به دست آورده بود و یهودی یعنی چیز اسرائیل میرفت توی جنگ، دیگه خودش دیگه توی بالکن اونجا توی تراس اونجا بعضی وقت دراز میکشید اونجا و همینطور لذت میبرد و یهو از پنجره یا از این تراس نگاه کرد، یه زن خوشگلی اونجا دید که اونجا خودش دوش میگیره، یه شهوتی درونش به وجود آمد. مردی که موافق دل خدا این زن رو دید، یه شهوتی درونش به وجود آمد و فرستاد و این زن رو آورد با اوش خوابید. یه زنی بود که شوهر داشت، زنا، بعد از اینم یهو بعد از یک چند مدت متوجه شد این زن الان حامله شده، وای الان خرابکاری به وجود آمد، الان چه کاری کنیم، باشه الان این شوهرش کجاست، شوهرش اونجا مرز اونجا اونجا جنگ میفرسته، میگه برگرده اینجا زود یه کاری انجام بدیم، یه حق بازه های انجام بدیم و بره پیش زنش، حداقل این بچه که به دنیا میاد متوجه بشه که مثلا من نبودم، من زود فرار کنم، این مشکل رو یه جوری چی کنم، ماسمالی کنم. بعد از اینم الان برای این اوزی اسمش اوریا بود، اوریا هم که آمده اونجا ولش نکرد، چسبید به داوود، گفته نه من از کنارت نمیام، گفته بابا برو پیش زنت، برو اونجا راحت باش، اونجا برو استراحت کن، گفته نه من میخوام در جلوی در این قصر یا اون هیکل اونجا چیز کنم، من وفادار میخوام بیستم. بعد از این یهو متوجه شد نه اینطوری هم نمیشه، این چطور میتونم مشکل و گناه رو بپوشونم، مردی که موافق دل خداست چطور میتونم اینو بپوشونم، نمیشه، به زودی این گند به وجود دیده خواهد شد. پس چه کار کنیم؟ نقشه های کشیده، گفته باشه اوکی الان تو رو بر میگردونم تو اونجا تو این جنگ و همینطورم به یکی از سردارای سپاه، سردارا گفته که ببین برو اونجا او رو جای اول بذار، جایی که جنگ عمیق‌تره و یه طوری چیز بشه که اون کشته بشه، یعنی وارد از یک گناه کوچیک وارد شد به یک قتل. آخرش هم به هر حال اونجا این اوریا کشته شد، راحت شد، گفته خب مشکل رو ما حل کردیم. هیچ کسی هم ندید.
بعد از این آمد راحت توی قصرشون نشست و این زنم صدا کرد و گفته که الان میتونی بیای زن من بشی. خیلی جالبه که یک مردی که مرد خداست چطور میتونه توی این گناه عمیقی اونجا بیفته؟ یک پادشاست، چطور میتونه از یک گناه کوچیک قسمت به قسمت وارد گناه بزرگ بشه که آخر به قتل؟ یعنی من فکر میکنم بدترین کاری بود که انجام داده، یه شخص رو کشت، یک شخصی که دشمنش نبود، بلکه یک چقدر اوریا وفادار کنارش ایستاده بود، گفته من نمیخوام برم پیش زنم، من میخوام کنار تو اینجا بایستم. یک مرد وفادار رو اونجا کشت. و همه چی در پنهانی. و بعد از اینجا میخونیم خداست که از همه چی آگاه بود. و در دوم سموئیل باب 12 از آیه 1 تا 7 الان آرش برای شما میخونه. الان اینجا نگاه کنید، در عهد عتیق انبیا بودن، خدا به وسیله انبیا پیام خودشو می آورد، توبه بود، بازگشت بود و همینطور هم تسلی بود، همه قسمت ها. الان در عهد عتیق، عهد جدید که ما هستیم، انبیای هم هستن، فقط الان بزرگترین میگم شخصی که هست شخص سوم تسلیس، یعنی روح القدسه که در ما هست. این روح القدسه که ما رو ملزم میکنه، ما رو هدایت میکنه که واقعا ما متوجه بشیم که چه گناه مرتکب چه گناهی شدیم. الان در عهد عتیق هم خیلی جالبه که خدا از طریق مثال میخواد به داوود نشون بده چه گناهی کرده. خود داوود از دهن داوود میخواد داوود رو داوری کنه. گوش کردیم؟ یعنی داوود خودش شروع میکنه به داوری کردن، به کار خودش، بدون اینکه خودش متوجه بشه. گوش کردیم؟ الان ناتان میاد اینجا، خدا ناتان رو میفرسته و میره پیش داوود و اونجا یه داستان رو تعریف میکنه. و اما خداوند ناتان را نزد داوود فرستاد. پس نزد وی آمده او را گفت، در شهری دو مرد بودند، یکی ثروتمند بود و دیگری فقیر. مرد ثروتمند گوسفندان و گاوان بسیار زیادی داشت، اما فقیر را چیزی نبود مگر ماده بره کوچک که آن را خریده و پرورش داده بود و در کنار او فرزندانش بزرگ شده بود. بره از طعام او میخورد، از پیاله اش مینوشید، در آغوشش میخفت و او را همچون دختری بود. روزی مسافری نزد مرد ثروتمند آمد، اما او را دریغ آمد که از گوسفندان و گاوان خودش یکی را بگیرد و برای مسافری که نزدش آمده بود مهیا سازد. پس رفته بره آن فقیر را بگرفت و آن را برای مردی که نزدش آمده بود مهیا ساخت. آنگاه خشم داوود به شدت بر آن مرد افروخته شده، ناتان را گفت، به حیات خداوند قسم که سزای مردی که این کار را کرده مرگ است، چون چنین کرده و هیچ ترحم ننموده است، باید 4 برابر ارزش بره تاوان دهد. ناتان به داوود گفت، آن مرد تو هستی، یهوه خدای اسرائیل چنین می‌فرماید. اوکی. تا زمانی که داوود اینو متوجه شد، نمیدونست که خدا از طریق ناتان با خودش صحبت میکنه و میگه این مرد باید کشته بشه و 4 برابر تاوان بده. یعنی خود داوود خودش رو داوری کرد. و در بعد از این نمیخوایم الان همه قسمت ها رو بخونیم، قسمت فقط از آیه 7 یا 8 که دنباله که خدا صحبت میکنه. یهوه خدای اسرائیل چنین میفرماید، من تو را به پادشاهی بر اسرائیل مست کردم و تو را از دست شاول رهانیدم، خانه سرورت را به تو بخشیدم و زنانش را در آغوشت نهادم و خاندان اسرائیل و یهودا را به تو دادم و اگر این برایت کم می بود، بیش از اینها نیز بر تو می افزودم. پس چرا کلام خداوند را با انجام آنچه در نظر او بد است خار شمردی؟ تو اوریای هتی را به شمشیر زدی و زنش را برای خود به زنی گرفتی و اوریا را به شمشیر امونیان کشتی. پس حال شمشیر از خانه تو هرگز دور نخواهد شد،
زیرا مرا خوار شمردی و زن اوریای هیتی را برای خود به زنی گرفتی. خداوند چنین میگوید: اینک من از میان اهل خانت بدی بر تو خواهم آورد. زنانت را در برابر دیدگانت گرفته به همسایه‌ات خواهم داد و او در روز روشن با زنان تو خواهد خوابید. زیرا تو در نهان چنین کردی، ولی من این کار را در برابر تمامی اسرائیل و در روز روشن خواهم کرد. آنگاه داوود به ناتان گفت: به خداوند گناه ورزیدم. اینجا الان ناتان هم، یعنی خدا صحبت میکنه، بگه که من تو این فیض رو بخشیدم، تو همه چی رو داشتی، همه چی به تو دادم، هر چه زن میخواستی به تو هم میتونستم بدم، این تمام چیزها، این فیض و لطف و محبت، همه چی به تو کردم، اینو دوباره خواهش مردی، رفتی اونجا اوریا رو کشتی و زن رو برای خودت برداشتی. تقریبا میتونم اینطوری بگم، زمانی که الان روحانی میخوایم صحبت کنیم، اینه که خداوند میگه که ببین، من تو رو نجات دادم، روی صلیب خونم رو ریختم و این بها رو پرداخت کردم، شلاق ها رو به خاطر تو ورداشتم، این توهین ها رو ورداشتم که منو توهین کرده، این تاج خار رو اجازه دادم روی سرم گذاشته بشه، همه کارا رو انجام دادم که تو رو نجات بدم، یا و هر چقدرم میخواستی به تو خواهم میتونستم به تو بدم، این فیض منم میتونستم برای تو بریزم، فقط تو چه کاری کردی؟ رفتی دوباره کارهای خودت رو کردی و وارد مرتکب گناه شدی و اینم همه چی مخفی. به این خاطر میگه که تو آن کار رو در خفا یا در پنهانی کردی، اما کاری که من با تو میکنم در روز روشن و در حضور تمام مردم اسرائیل خواهم بود. و اینجا میبینید که چون داوود هم گفته 4 مرتبه باید این چیز رو پس بده، پس طبق این شروع کرد، گفته که این زنایی که تو داری، همه این زنایی که چیز بود اونجا جلوی تمام قوم اسرائیل این کار رو خواهم کرد، تو میخواست یه چیزی پنهان کنی، من همه چی رو روشن میکنم که واقعا شرمنده بشی، بدونی چه کار بزرگی کردی. زو الان تصور کنین یک پادشاه هست، پادشاه اسرائیل، یک مردی موافق قلب خداست که این کارو کرده. الان ببینیم که عکس العمل داوود چطوره. برحال ما میتونیم بعضی وقت میگه ای خداوند واقعا اشتباه کردم، منو ببخش، علیه تو ظلم کردم، منو ببخش. معمولا ما اینطوری چیز میکنیم. فقط چقدر ما واقعا متوجه میشیم هر گناهی که میکنیم، مخصوصا گناهایی هست که حتی ما میتونیم این گناهه، و بعضی وقت هم گناهایی هم که میکنیم مخفیانه یه کاری انجام میدیم، پاستور نبینه، دنیا میتونه ببینه، پاستور نبینه. یا من این چیزا خیلی دیدم. خداست که آگاهه، از من میترسن. جلوی پاستور نکنیم، پاستور ببینه. فقط زمانی که نگاه میکنیم و این افراد واقعا متوجه بشن جلوی خدا این گناه رو میکنه، جلوی صلیب عیسی مسیح این گناه رو میکنن، از اینجا باید شرمنده بشن، نه از من. من که کاری نمیم، من شبان هستم مثل شما، انسان هستم، منم اشتباه میکنم، گناه میکنم، منم باید احتیاج دارم هی توبه و بازگشت کنم. ما فقط خادم خدا هستیم، ما سعی میکنیم کلیسا را هدایت کنیم، در راه راستی هدایت کنیم. ما باید از چیزی که باید بترسیم از خدا هست. هر گناهی که ما میکنیم باید از خدا بترسیم، نه از رهبرت یا از شبانه. الان نگاه کنیم در این داستانی که الان اینجا تعریف کردم، الان میبینیم که در مزمور 51 اون پادشاه یک مزموری مینویسه. تقریبا اینطوری بگم، مثل اینکه الان من بگم من رفتم یه گناه بزرگی کردم و رفتم یه کتابی نوشتم که تمام گناه های من اونجا مینویسم و به تمام دنیا هم نشون میدم. این مزمور 51 نوشته شده، دیگه کتابی نیست، مخفی اونجا گذاشته شده، عنوانش هم نوشته حتی.
عنوانش هم نوشته اونجا، بالا هم نوشته که برای زمان... سالار سرایندگان مزمور داوود آنگاه که ناتان نبی پس از همبستر شدن داوود با بتشبع نزد او رفت. الان میخوایم قسمت به قسمت جلو بریم و عزیزان واقعا میخوام یه چیزی یاد بگیریم. ما باید یاد بگیریم با ترس و لرزش توبه کنیم، با شرمندگی توبه کنیم و یه توبه باشه که ثمره بیاره، یه توبه هم باشه که واقعا دیگه این گناه رو قطع رابطه کنیم، از ما جدا کنیم، دیگه واقعا روش کار کنیم، دفعه دیگه اجازه نه آلبرت اجازه به تو نمیدم این گناه رو بکنی. این میشه واقعا توبه، نه اینطوری گناه کردم اوکی باشه که مرسی خدا شکرت میکنم تو گناهت منو بخشیدی، شکر جلال بر نام تو، و میریم اونجا نرمال خیلی راحت دوباره گناه میکنیم. چرا؟ ما میدونیم که صلیب مسیح هست، خون مسیح هم هست، به دوباره میتونم توبه کنم. این توبه هایی هست که بیشتر میتونم بگم مسخره میکنیم خدا رو و خدا رو دوباره عیسی مسیح دوباره مصلوب میکنیم. من میخوام همه ما یاد بگیریم هر گناهی کوچیک هم باشه، حتی با یک کسی که بد صحبت کردم واقعا دلم از من، یعنی متنفر من خودم میشم، میگه بدم میاد، چرا باید اینطوری صحبت کنم، چرا من اون موقع نتونستم خودم رو کنترل خودم من خواهش میکنم منو ببخش و منو بساز که دفعه دیگه این کار رو نکنم. الان یه لغتی بود، یک بدی بود که گفتم، نه اینطوری گناه برم زنا کنم. گوش میکنین عزیزان؟ خدا این چیزا اینطوری نگاه میکنه به ما، این خونش رو ریخته عیسی مسیح، همه چی رو بهارو پرداخت کنه. ما باید ارزش این صلیب رو بدونیم و اینو فقط میدونیم زمانی که واقعا متوجه بشیم، زمانی که گناه کردیم با چه حالی باید، با چه قلبی باید اینجا توبه کنیم. و اینجا میبینیم که از الان از داوود یاد بگیریم. من فکر میکنم به این خاطر عیسی مسیح اینجا میگه، یا خدا میگه که داوود مردی موافق قلب من، چون توبهش هم واقعا توبه واقعیه، توبه نیست که منو ببخشه. یا قسمت به قسمت بتونیم بریم جلو. آیه یک، ای خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما، به حسب کثرت رأفت خیش گناهانم را محو ساز. یا یعنی الان فقط داوود اینجا نگاه میکنه نه به خودش، بلکه به خدا میگه که به حسب رحمت خود، یعنی من نرمال لیاقتشو ندارم، بر حسب رحمت خود و به من رحم فرما، به حسب کثرت رفتار خود گناه های منو ببخش. یعنی به عیسی مسیح، تقریبا مال ما اینطوری به عیسی مسیح نگاه میکنیم، میگه خداوند واقعا این فیضی که بخشیدی با رحمتت منو گناه های منو ببخش. بعد از این، مرا از عصیانم به کلی شست و شوده و از گناهم مرا طاهر کن، زیرا که من به معصیت خود اعتراف میکنم و گناهم همیشه در نظر من است. به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو این بدی را کردم، تا در کلام خود مصدق گردی و در داوری خیش مزکا شوی. و دومین قسمتی که میگه که بیا منو بشور، یعنی از پا از بالا تا پایین بشور و منو طاهر کن، یعنی واقعا این گناه جلوی چشم من، این چیزایی که انجام دادم واقعا مثل رنج میکشم، درد میکشم از زمانی که نگاه میکنم به این چیزا، درد میکشم، به این خاطر بیا منو پاک کن، طاهر کن. و اینجا میگه که هر چقدر به هر حال با این زن زنا کرده، با این زن گناه کرده، زنا کرده، همینطور این مرد رو کشته، اینجا نگاه نمیکنه به این افراد، بلکه میگه که به تو و به تو تنها گناه وزیدم و در نظر تو این بدی رو کردم. یعنی میتونه بگه که تقریبا الان روحانی بکنم، مثل این که الان من یک دروغی گفتم، یک کسی رو توهین کردم. اینجا نمیگم که آرش واقعا الان مثلا من رو ببخش، به تو بدی کردم. اولین قسمت، عیسی جان به تو گناه کردم، اول تو رو توهین کردم با این رفتار، بعد از این زمانی که توبه میکنم که واقعا اول به صلیب نگاه میکنم، میگه من تو رو رنجوندم، بعد از این که توبه میکنی، بعد از این میام پیش آرش میگم آرش جان منو ببخش، واقعا بد با تو رفتار کردن، یا پشت تو حرف زدن، یعنی تو رو مثلا محکومت کردم، هر چیزی که الان میتونه باشه. اینو باید بدونیم، هر گناهی که میکنیم عزیزان، به برادر خواهرار، اول به عیسی مسیح میکنیم، اول عیسی مسیح رو توهین میکنیم.
و اینجا آیه 5 اینجا میگه که به راستی که تقصیرکار زاده شده ام و گناهکار از زمانی که مادرم به من آبستن شد. اینجا به هر حال نشانه اینه که واقعا این ذات گناه در منه. خدا رو شکر الان ذات گناه در ما نیست. ما گناهکار نیستیم. ما گناه میکنیم ولی گناهکار نیستیم. ما احتیاج نیست گناه کنیم. اونجا در عهد عتیق هنوز افراد هنوز از این ریشه آدم از نسل آدم بودن. اونا به هر حال گناه رو میکردن. ما الان گناهکار نیستیم. ما آزاد هستیم از این گناه. ما میتونیم جلوی گناه بایستیم و بگیم که نه من دیگه این گناه رو میکنم، این گناه رو نمیکنم. و آیه 6 اینک به راستی در قلب مشتاقی و در باطنم مرا حکمت میآموزی. یا اینو به هر حال خودش متوجه میشه و میدونه که خداوند تو راستی رو دوست داری، تو یک کسی رو دوست داری که در قلبش واقعا پاکه، اینو دوست داری. یا و اونجا میگه که پس حکمت رو در باطن من به من بیاموز. و این دعایی از قسمتی هست که توبه هست، قسمتی هست که دعایی هست، قسمتی هست که درخواسته. یا الان زمانی که این قسمت ها رو چیز کرده گفته، الان شروع میکنه به دعا کردن. آیه 7 8 میتونیم با هم بخونیم. با زوفا پاکم کن که طاهر خواهم شد، شستشویم کن که از برف سفیدتر خواهم شد. شادی و سرور را به من بشنوان، بگذار استخوان‌هایی که کوبیده ای به وجد آید. و 9 روی خود را از گناهانم بپوشان و تقصیرهایم را به تمامی محو ساز. اینجا الان قسمت هایی که اینطوری میخونیم واقعا دیگه داوود رفته دیگه اوج این گناه خودش و همینطور هم قسمتی خودش رو نگاه میکنه و همینطور هم خدا رو نگاه میکنه و همینطور که میگه که استخونهایی که له کردی، خورد کردی، دوباره شفا بده. یعنی یه کسی که واقعا متوجه شده که گناه میکنه، واقعا مثل این که اصلا بدنش درد میکشه. نمیدونم این چیز رو، استخونها درد میکشن. یعنی زمانی که روح نفس تو متوجه شده که گناهکاری هستی، بعضی وقت هست که واقعا تمام بدن تو چیز میشه. من بعضی وقت شده که آلمانی میگن فکرامفن میشه، چی میشه فکرامفن؟ یعنی گرفته میشه. اونقدر درد میتونه زیاد باشه. چرا من این کار رو کردم؟ چرا این گناه وارد این گناه شدم؟ یا افرادی هستن که به من زنگ میزنن و میگم پاسوران چند مدت هست از کلیسا دور شدم، وضع من خرابه و احتیاج به کمک تو دارم. و واقعا هم میان اینجا زمانی که میشینم صحبت میکنم، میبینم که از صورتش، بدنش، همه چی خورد شده، له شده. فقط یه گناهی نیست که مثلا بگم که من گناه کردم، واقعا درد بسیار زیادی که ما اونجا فقط باید، نه فقط توبه هست، باید اونجا تمام این دیوها، نیروهای تاریکی، این تمام این چیزهایی که او رو توی قفس انداختن آزاد کنیم که آزاد بشه. افرادی هستن که بیشتر از خداوند دور شدن و همینطور هم مرتکب گناه شدن، مرتکب الکل شدن، مواد مقدر شدن و همینطور هم و رابطه های نامشروع وارد شدن و اینا بودن. و اینجا آرزوی اسمی داره اینجا که میگه که الان من رو با زوفا گیاه محلی بود در اسرائیل که برای خاصیت پاک کنندگی و شستشو داشت و کاهنان برای مراسم تطهیری که داشتن انجام میدادن از زوفا استفاده میکردن برای پاک کردن خودشون و لباساشون. سفید میشد. یا به این خاطر میگه که با این منو بشور که طاهر بشم. یعنی اونقدر تمام لکه های نفسش رو متوجه میشد. میگه که با این که واقعا آخرم مثل برف سفید بشم. یعنی یه کسی هست که واقعا میخواد آزاد بشه، یه کسی هست که واقعا میخواد پاک بشه. متوجه هستین چی میخوام بگم؟ منظور این نیست که فقط توبه میکنم، خداوند واقعا درسته، حق داری تو، من توبه میکنم، منو ببخش، خواهش رحم کن به من، تمام شد. اینجا میگه که منو بشور،
پاک کن، بدترین چیزو بیا با این چی میگن زوفا یا الان اینطوری میگن با وایتکس همه چی رو بشون که پاک بشم، طاهر بشم، مثل برف سفید بشم، من متنفر این شخصیت خودم هستم. متوجه هستین؟ اینطوری دعا میکنه و توبه میکنه و بعد از این میگه که من شادی رو از دست دادم. به این خاطر میگه شادی و خرمی را به من بشنوا تا استخوانهایی که کوبیده ای به وجد آید. روح خود را از گناهانم بپوشان، یعنی منو واقعا دیگه نه اینطوری بپوشان، دیگه منظوری نیست که الان بپوشه، خدا همه چی رو ظاهر کرده دیگه، به یه جایی رسیده که میگه خدا من دیگه نمیتونم اینجا تقریبا اینطوری در این حالی که من الان هستم، گناه های من رو دائما جلوی چشم من رو صورت خودت رو بپوشون و همینطورم بلافاصله هم همینطور و همه خطایای من رو معفو کن از یعنی از من دور کن. بعد از این میگه که ای خدا دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز. یا دل طاهر در من بیافرین، یعنی دل من باید عوض بشه، دل من باید عوض بشه و همینطورم این روی که به من دادی دوباره استوار بشه، استوار کن. آیه 11، مرا از حضور خود به دور میفکن و روح قدوس خود را از من مگیر. شادی نجات خود را به من بازده و به روحی راغب حمایتم فرما. تمام آرزوی داوود، و اینم خیلی این خوشم میاد که نگفته الان زنای منو برگردون پیش من، نمیدونم پادشاهی منو دوباره بساز یا دوباره بکسار من موفق باشم، نه، تنها آرزوش میگه که خداوند منو از حضور خود دور نکن، ما رو از حضور خود دور نکن و روح قدوس خود رو از من نگیر. یعنی اگه تو اینو بگیری دیگه من دیگه له میشم. یعنی آرزوش فقط اینه که روح خدا رو از من نره. معمولا زمانی که ما وارد گناه میشیم این نیست که مثلا روح خدا ما رو ترک میکنه میره، روح قدوس در ما هست، فقط ما جدا میشیم از او. به این خاطر که اینجا آرزوی داوود، و امیدوار هستم همینطور زمانی که ما توبه بازگشت میکنیم میبینیم که به روح خدا ما چیز کردیم، روح خدا رو محسون کردیم، روحی که خدا من به ما بخشیده. ای روح القدس از من دور نشو، اگه تو دور بشی تمام دنیا رو به من هدیه بدی فایده نداره، من تو رو میخوام، تو رو نمیخوام از دست بدم. روح قدوس خود را از من مگیر، شادی نجات خود را به من بازده و به روح آزاد مرا تایید فرما. آمین. این چیزی بود، این دعایی هست که یک کسی که واقعا توبه کرده، دوباره میگم احتیاج نیست بری زنا کنی که این توبه رو بکنی. هر گناهی که ما میکنیم، منظور اینه که الان مثلا یه جای دروغ گفتی، منظور اینه که الان با این حال بیای اینجا روح خودت، منظور من خب درست متوجه بشین، هر دروغی هم هست گناه علیه خدا، فقط روشش باید یاد بگیریم. اگر روشش یاد نگیریم دوباره وارد این گناه میشیم دیگه، گناه برای ما عادت میشه. و الان میبینیم که از آیه 13 میبینیم که نتیجه زمانی که کسی که توبه میکنه، بازگشت میکنه و روح خدا رو میخواد و اینو ول نمیکنه، نتیجهش میتونیم بگیم از آیه 13-14، آنگاه طریق تو را به خطاکاران تعلیم خواهم داد و گناهکاران به سوی تو بازگشت خواهند نمود. مرا از خونها نجات ده، یا اینجا نوشته خدایا لکه خون را از وجود من پاک کن. ای خدایی که خدای نجات من هستی، تا زبانم به عدالت تو ترنم نماید. و خداوند لبهای من، خداوندگارا لبانم بکشا تا دهانم ستایش تو را بیان کند. آمین. سو اینجا مثل اینکه الان میگه که زو زمانی که این فیض خودت رو دریافت کردم، رحمت تو رو دریافت کردم، تو منو سفید کردی، قلبی تازه داری، روح خودت رو از من برداری، این دیگه من باعث میشم که شروع کنم به دیگران تعلیم بدم، در راه راست هدایت کنم، کمک کنم.
و هدایت کنم و همینطور هم لبها هم تو رو پرستش کنی. به این خاطر هر توبه‌ای که واقعیه راستیه باید تأثیر بذاره دوی زندگیمون، تأثیر مثبت، نه اینطوری آخر بعد از توبه بازگشت با غم و درد برگردیم. یه دل شکسته هست که ما به دست میاریم و تو این دل شکسته خداست. و اینجاست که آیه 16 و 17 اینجا تو به قربانی تا 19 تو به قربانی رغبت نداری وگرنه می آوردم. تو از قربانی تمام سوز خرسند نمی شوی. قربانی های پسندیده خدا روح شکسته است. خدایا دل شکسته و توبه کار را خار نخواهی شمرد. خدایا به خوشنودی خود بر صهیون احسان فرما. دیوارهای اورشلیم را بنا کن. آنگاه از قربانی های شایسته خوشنود خواهی شد. از قربانی های تمام سوز و قربانی های کامل آنگاه بر مذبح تو گوساله ها تقدیم خواهند کرد. آمین. اینجا پس میگه که تو دنبال قربانی نیستی. منظور چیه قربانی؟ ما میتونیم الان تو عتیق برای قربانی می آوردن، گوسفندی می آوردن، یا الان ما احتیاج نداریم، ما یک برهی داریم، برهی خدا داریم که رو به صلیب اونجا مصلوب شده. فقط ما میتونیم قربانی های بیاریم، خدمت های ما، کارهای ما، همه کارها رو بیاریم حضور خداوند بیاریم، بگیم خداوند برای ببین چطور کار میکنم، چطور خدمت میکنم، این قربانی هایی هست، وقتمون همه چی رو میذاریم برای خداوند. پرستش هم میتونه باشه، میتونه پرستش هم باشه، یا یعنی کارهایی که انسان میکنه ما میکنیم، میتونیم همه چی رو بیاریم. فقط خدا میگه که من دنبال این نیستم، دنبال قربانی های نیستم که یک کاری برای من انجام بدی که آخر مثلا وجدان خودتو راحت کنی، بگی که آبا ببین امروز کارهایی برای خداوند کردم. متوجه هستین؟ اینجا میگه که قربانی های خدا روح شکسته هست. خدایا دل شکسته و کوبیده رو خار نخواهد شمرد. یعنی خدا این، یعنی منظور اینه که خوش به حال مسکینان در روح، یعنی زمانی که واقعا با دل شکسته میایم با خداوند، اینه که اول خدا میخواد. چون هر قربانی های انسانی خودمون بیاریم، غرور در ما اول به وجود بیاد که من برای خدا کارهایی انجام میدم. و معمولا هم ما خیلی ها هستن که گناهاشون پشت قربانی های خودشون رو قایم کردن. از دید انسان میتونیم به من نگاه میکنیم میگه خدا واقعا برادر آلبرت چقدر خدمت میکنه، چه کارهایی میکنه، پرستش میکنه، تعلیم میده، اون میکنه، این قربانی هایی هستن. فقط در قلب من دل شکسته نباشه، بلکه توی در قلب من غرور باشه و همینطور هم گناه باشه. خدا میگه که من این چیزها رو نگاه میکنه، تمام دنیا هم بیاد که دست بزنه برای آلبرت فایده نداره. من دنبال این قلب شکسته هستم که واقعا بدونه خودش کیه. و بعد از این زمانی که من متوجه شدم، یه انسان متوجه شده با این دل شکسته با خدا زندگی میکنه، بعد از این میگه که بعد از این قربانی های میاری، اون موقع خدا میگه که آفرین، خدا رو شکر به من. بعد از این میگه که این قربانی ها رو میپذیرم. زمانی که مثال میگم، الان من خودم رو برمیدارم عنوان یک نمونه، زمانی که میرم اونجا پرستش میکنم، قبل از پرستش دل من باید شکست بخوره، یعنی بدونم که واقعا چقدر نیاز به خداوند دارم، چقدر احتیاج به فیض او دارم، چقدر واقعا خودم رو تفتیش میکنم، چقدر واقعا زمانی که میخوام برم اونجا پرستش کنم یا موعظه کنم یا تعلیم بدم، چقدر خودم رو تفتیش کردم، چقدر واقعا در این شکست روح، یعنی در این فروتنی زندگی میکنم، نه جلوی دیگر، شما جلوی خدا. و این قربانی هایی هست که اون موقع خداوند میپذیره. آمین. به این خاطر بعد از اینم آیه 18 شروع میکنه به شفاعت کردن برای کلیسا، برای اون روح اورشلیم، و ما هم شروع میکنیم پرستش برای چیز شفاعت کردن برای کلیساست. و اون موقع هست که خدا دعای ما رو میشنوه و همینطور هم انجام میده. آمین. به این خاطر عزیزان، من احساس میکنم این زمانی هست که واقعا کلیسا
ما باید واقعا متوجه بشیم با چه خدا ترسی بتونیم زندگی کنیم، چقدر واقعا خودمون رو از گناه باید کنار بکشیم. و زمانی هم که خدا میاد توبه، ما رو به توبه و بازگشت هدایت میکنه، زمانی که خدا میاد یه شبانت میاد یا رهبرت میاد، هر کسی هست میاد میگه که ببینه در این قسمت واقعا گناه در زندگی توست، نه اینطوری که خدا میخواد تو رو محکوم کنه، بلکه خدا میخواد تو رو از این حال بیرون بیاره که واقعا زیر برکت خداوند بیافتید. توبه بازگشت واقعا بدون قلب شکسته نمیتونیم. یک برادری هست که سالها پیش بود، تازه کلیسامون شروع کرده بودیم، واقعا نگاه کردم شوکه شده بودم، همینطور با چیز با یه غروری آمده بود، من اصلا مشکلی ندارم برای توبه کردن، میتونم برم جلوی همه هم اینطوری توبه کنم، یعنی اینطوری نگاه کردن، این شوکه شده بودم با یک غروری که مثل اینکه من برای ما مشکلی نیست برم اونجا توبه کنم، یعنی نه دل شکسته بود بلکه پر از غرور، که بعد از سالها اصلا کلن از ایمان افتاد، واقعا شکست خورد، با ایمان شکست خورد. هنوز اون شخص جلوی چشم منه. منظور اینه که از امروز به بعد یاد بگیریم، اول زمانی که خدا ما رو به توبه و بازگشت هدایت بکنه چطور توبه کنیم، توبه بکنیم که واقعا ثمره ببینیم. زمانی که زنی که گناه کرده بود باتستا حامله شد و هر چقدر داوود اونجا دعا کرد، خدا این بچه رو کشت. ثمره گناه، فقط چون داوود واقعا با این روش دعا، با این دل شکستگی آمد و توبه کرد، بازگشت کرد، خدا دوباره یک بچه ای داد به همین بتشبا و این بچه کی شد؟ سلیمان شد. یعنی این بچه ای که در رحم مادرش بود که زمانی که داوود گناه کرده مرد، و با این توبه و بازگشت خدا همه چیز منفی رو میتونه بتونه با مثبت کنه. و سلیمان که نمونه همون عیسی مسیح که در هزار سالگی اینجا حکومت خواهد کرد. پس باید نگاه کنیم عزیزان، از زمانی که از امروز به بعد، زمانی که توبه میکنیم، بازگشت میکنیم، الان بیشتر اول اینطوری به شما بگم، باید مواظب باشیم اصلا وارد گناه نشیم واقعا. و هر موقع هم که میخوایم گناه خود متوجه شدیم و توبه میخوایم بگیریم، به خودت نگاه نکن، برو پیش عیسی مسیح، صلیب عیسی مسیح رو نگاه کن، به صورتش نگاه کن، به خار تاج خارش نگاه کن، به زخماش رو نگاه کن و اونجا توبه کن. علیه تو گناه کردم خداوند، منو ببخش، منو طاهر کن، قلب کثیف منو تو بشور، مثل برف بشور خداوند، و منو آزاد کن. من دیگه از امروز به بعد نمیخوام دیگه این گناه رو انجام بدم، میخوام جلوش بیستم، روح خودت رو به من بده که از دفعه دیگه این گناه رو نکنم. این میشه یک توبه بازگشت که آخرم ثمره خواهی دید. آمین. پس بدونی که دولتمندی صبر و حلم خداست که ما رو به توبه هدایت میکنه به وسیله روح القدس، به وسیله همون امروز هم تعلیمی که میدم، یک شهادتی هست برادرمون موسا داد، اینم خدا هدایت میکنه، میگم از بی ایمانم استفاده میکنه ما رو به توبه بازگشت هدایت کنه، از خیلی چیزا اگه چشمون باز باشه و بدونیم. آمین. خوب میشه الان با هم دعا کنیم.